اما در بعد شجاعت، شما یه صفتی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تو ذهن همه هست و اون عبارت هست از شجاعت. سه صفت امام رو تو دلها برد و به اون قدرت معنوی رسون. یکی صفت شجاعت بود، یکی صفت قاطعیت بود، یکی صفت صداقت بود. صداقت امام رو تو دلها برد. اون که انسان رو تو دلها میبره صداقته. این بود که امام رو تو همه دلها نشوند. دوم صفت قاطعیت بود که در مقابل باطل سر فروت نمی آورد. باطل رو نمیتونست ببینه. این چیزی بود که باعث شد همه دوستش داشته باشن. باطل رو نمیتونست ببینه. و صفت سوم چی بود عرض کردم؟ صداقت، شجاعت، قاطعیت. شجاعت امام از هیچ کس نترسید. حالا من یه نکته از آیت الله مرحوم بروجردی نقل کنم خدمتتون. یکی از طلبه ها رو ایشون شهریشو قطع کرده بود، یا اینکه به هر حال مقسمین روی جهاتی شهریش قطع کرده بودن. خب این پیش از اینکه امام بروجردی وارد منزل بشه، آمده بود از درب ورودی، از دالان ورودی رفته بود تو یک گوشه خودش قایم کرده بود. نقل میکنن آقا وقتی وارد شد در حیاتو بست، یه مرتبه ایشون در اومد و جلو آقا ایستاد، گفت اگر شهریه من ندید میکشمت با همین تعبیر، یا اگر به من اینقدر ندید. آقای بروجردی گفت بکش. این از قول آقای بهجت منقوله، یعنی آقای بهجت این جمله رو نقل میکنه. بکش. یه مرتبه اون بهتش زد ایستاد، گفت میبینی آقای بروجردی از کشته شدن باکی نداره. این نشانه اینه که اون عقیده راسخی که به کارش داره، به قولش داره، اون عقیده راسخ در جانش نفوذ کرده. شاه به قم رسیده بود، تو ایستگاه قم تماس میگیرن با بیت آقای بروجردی که ایشون میخواد ملاقات شما بیاد. حدود یک ساعت و نیم، اونطوری که من متواترن شنیدم، ایشون رو معطل کرده بود. بعدم گفته بود من وقت ملاقات ندارم. این مهمه، وقت ملاقات ندارم. یه بار دیگه همین آقای شاه آمده بود خونه آقا. خب تو به حساب قسمت صحنه حیات قدم میزد که آقا اجازه بده. به اون افرادی که متصدی بودن اونا میگفتن آقا به ما اجازه نمیده که ما درو باز کنیم. یک ساعت معطلش کرده بود. این هم همین میگشت، هی متصل میگفت من کار دارم با آقا بگید میخوام ملاقات کنم. گفتن آقا به ما اجازه نداده، مطالعه میکنه، تا خودش درو باز نکنه ما به شما اجازه نمیده. بعد یک ساعت که رفت، آقا همینطور که تکیه میداد نشسته بود، اعتناییشان بله. به هر حال این چی رو نشون میده؟ نشان میده که آقا شجاعتش بی نهایت، نه از شاه میترسه نه. و چون این صفت و ویژگی پاک در ایشان نفوذ داشت، لذا در ذهن همه اصناف مردم به حساب هیبت و عظمت پیدا کرده بود. ایشون تنها بر
از هان علما هیبت پیدا نکرد، هیبت و عظمتش تو ذهن دانشمندان و فقها رفت، تو ذهن دانشمندان فلاسفه رفت، اصولیین رفت، عرفا رفت، سیاسیون رفت، اقتدارگراها رفت، یعنی کل جامعه برشون اشراف پیدا کرد. بر کل جامعه اشراف به این معنا که حرفی که آقا میزد هیچ کس رد نمیکرد، هیچ کس رد نمیکرد. یکی از آقایون مراجع چند وقت پیش، همین یکی دو ماه پیش، در جواب یه آقایی که گفته بود به نیروهای انتظامی که نیروهای انتظامی به شهر کار نداشته باشن، اگر کسی قانون رو شکون جلوشو بگیرن به شهر کار نداشته. خب یکی از مراجع این حرف رو رد کرد، آقا شهر مگه قانون نیست؟ چطور اگر به شهر، اگر به قانون تجاوز شد جلوشو بگیرن اگر به شهر؟ و تو همین فضای مجازی یک فحشا و ناسزاهایی به حساب منتشر شد علیه این عالم بزرگ شیعی. خب در مقامش هم مقام بالاییه، ولی اون زمان کسی میتونست بگه بالا چشم آیت الله بروجردی ابروز؟ کسی جرأت نمیکرد. یعنی قدرت و اشرافش بر قدرتمندان، بر سیاسیون، بر نظامی ها، یعنی حرفی که میزد هیچ کس نبود که رد کنه، باید میپذیرفتن. مرجعیت شیعه در جایگاه اصلی اصلی خودش قرار گرفت، یعنی مرجعیت واقعا به معنی مرجعیت شیعه بود و باید این رو تحصیل کرد. به هر حال شجاعت ایشان این بود. اما خضوع ایشان در برابر دین، از بیت آقا ایشان حالا یا سوار بر درشگه می شد یا پیاده می اومد، من اینیشه نمی دونم، ولی از گذر خان می اومد به مسجد بالاسر تدریس می کرده. خب تو گذر خان یه کسی یا عمدن یا سهوان، خوبم نبوده زمین اون زمان که سیمانی مثلا اسفالتی سنگ فرشی اینا که نبود، خاک بود، گل بود. بله، می گفت یه کسی آیه سجده دار خون، همونجا پیاده شد و سجده کرد، همونجا پیاده شد سجده کرد. این خضوع و خشوع در مقابل دین، این تواضع در مقابل دین، اینا نکاتی بود که آقا رو تو دلها می برد. صداقت، شجاعت، قاطعیت در برابر همه مخالفان موجب شد که حتی مخالفان او را دوست داشته باشند. اما ببینید یکی از ریشه های این اقتدار بزرگ عدم تقید به حتی مرجعیت. ایشان در یک جلسه درس یکی از شاگردا اشکال میکنه، آقا تعنی میکند باز دو مرتبه اشکال میکنه، بعد آقا بهش میگه که آقای محترم اگر خیلی اصرار کنی دعا میکنم به همین بلایی که من گرفتار شدم خدا تو رو گرفتار کنه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که مرجعیت براش دردسر بوده، در حالی که دردسر بوده، مسئولیت بوده، کار و تلاش بوده، پذیرفته. میگه اگر اصرار کنی دعا میکنم که تو به همین بلایی که من گرفتار شدم. این واقعا بلا یعنی امتحان، این امتحان الهی است. و به هر حال اون بزرگ مرد از این امتحان سرفراز رفت و تا ابد نامش زنده و استمرار داره و بایستی جامعه تشیع پیوسته
از اخلاق ایشان، از معنویت باطنی و روحی ایشان، از علم ایشان، از اون شیوهی که ایشان به کار گرفت و به تشیع عزت داد استفاده کنند. السلام علیکم و رحمت الله.